همزمان با اجرای شدن برجام که تیتر اول خبری تمام رسانه‌های مهم جهان بود که در برنامه زنده خود اعلان اون رو پوشش دادن، سیمای جمهوری اسلامی از پوشش زنده این رویداد صد باز زد و شورای نگهبان نیز سونامی رد صلاحیت 60% کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو اعلام کرد. سونامی رد صلاحیت ها بیش از 90% کاندیداهای اصلاح طلبان، حزب عدالت و توسعه طرفدار حسن روحانی، طرفداران کارگزاران سازندگی و بخشی از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی رو از دم تیغ رد صلاحیت گذروند. انتشار این خبر همزمان با انتشار خبر اجرای شدن برجام و لغو تمامی تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تصادفی نبود. این اقدام دیختن زهر طرفداران بیت در کام شیرین طرفداران دولت بود تا از لذت این حادثه محروم بشن. تمامی تلاش طرفداران بیت و سکانداران اصلی قدرت بر این استواره که دولت حسن روحانی و ائتلاف پشتیبان اون از تأثیر روانی اجرای شدن برجام سود نبرن. اونا حتی با به آتش کشیدن سفارت عربستان سعودی تلاش کردن تا سنگ بزرگی در سر راه اجرای شدن برجام بیاندازن. امیدشون اون بود که این حادثه به یک بحران جهانی تبدیل بشه و دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی رو در برابر دولت جمهوری اسلامی قرار بده و باعث به تعویق افتادن اجرای شدن برجام بشه. هدف اونها از ابتدا بود که اجرای شدن برجام به بعد از انتخابات هفتم اسفند موکول بشه. اما شکست کودتای بیت در جریان سفارت عربستان در پی واکنش حساب شده آمریکا و غرب به این حادثه و حتی حل و فصل سریع مسئله ملوانان آمریکایی و اجرای شدن برجام همچون خاری در چشم طرفداران بیت و باندهای نزدیک به مصباح یزدی، جبهه پایداری و چماقداران و قلم به مصهای بیت بود که واکنش اونها رو برانگیخت. سکانداران قدرت که تمامی ابزارهای اصلی سرکوب رو در دست دارن به خوبی میدونن که در انتخابات پیش رو شانس موفقیت ندارن. ائتلاف مخالفان بیت تحت رهبری هاشمی رفسنجانی قدرتمندتر از اون شده که در یک رویارویی علنی بتونن با اون در بیفتن. ائتلاف طرفداران هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن روحانی و حسن خمینی از حمایت ناطق نوری، علی لاریجانی و خاندان بهشتی و متحری نیز برخورداره و در حوزه‌های علمیه نیز پایگاه گسترده دست و پا کرده، خواب رهبر و طرفدارانش رو آشفته کرده. بی جهت نیست که اونا این بار از فتنه اکبر سخن میگن. از این رو برای مقابله با فتنه اکبر هم منظورشون پیروزی گسترده در یک انتخابات رقابتی میتونه معنا پیدا کنه و هم ممکنه واکنش‌های بسیار گسترده در پی تقلب رو نشونه رفته باشه. تقلب رو به پیش از انتخابات کشوندن و با سونامی رد صلاحیت رو در تلاشن که امکان پیروزی رو از ائتلاف شورشیان کاست حکومتی سلب کنن. بی جهت نیست که گستردگی رد صلاحیت ها با اعتراض استاندار تهران، خوزستان و ایلام روبرو شده و حتی تعجب علی لاریجانی رو برانگیخته. موضوع اونچنان ابعادی به خودش گرفته که حسن روحانی در نشست خبری خود به مناسبت برجام به کنایه گفت باید از مدل برجام در داخلم استفاده کنیم. سونامی رد صلاحیت ها یک حادثه کوچیک نیست. این اقدام از عزم بیت رهبری و سکانداران قدرت برای حفظ موقعیت خودشون به هر قیمت خبر میده. پروژه بیت در یک دست کردن قدرت و به صف کردن حوزه علمیه که برنامه اصلی دولت 8 ساله رئیس جمهور محبوب رهبر بود با شکست مفتضحانه روبرو شده. انتخابات ریاست جمهوری 92 و به سرانجام رسیدن برجام این شکست رو تکمیل کرده. همکنون جمهوری اسلامی بر سر دو راه قرار گرفته، یا راه تعامل با جهان و یا ادامه راه تاکنونی. سیاست رهبری رژیم علی‌رغم زیگزاگ‌های ناشی از ملزومات حفظ قدرت ادامه راه تاکنونی. تاکید داده او برای مقابله با نفوذی‌ها و حفظ شعارهای استکبار ستیزانه از این
عزم راسخ خبر میده. اون نگران شورش مردمیه که در برابر سیاست‌های حکومتش در تمامی عرصه‌ها صف کشیدن. رهبر رژیم ایجاد شکاف در هرم قدرت رو خطرناک میدونه و از اون میترسه که مردم از این شکاف‌ها به نحو احسن بهره برداری کنن. این ترس آنچنان گسترده است که به نظر میرسه بهترین راه نجاتشون اعلام اسامی نمایندگان مطلوب بیت برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و منصوب کردن اون بدون پرداخت هزینه یک انتخابات. انتخاباتی که نگران اونن که مردم با اقدام خود بساط بازی بالایی ها رو به هم بریزن. سونامی رد صلاحیت های اکثریت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان بیت رهبری یک بار دیگه بی‌حقی مطلق مردم در جمهوری اسلامی رو به نمایش می‌گذاره. توجه داشته باشیم که کاندیداهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی که توسط شوراهای اجرایی وزارت کشور تایید صلاحیت شدن همگی معتقدین به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه هستند. به دیگر سخن بخش گسترده ای از کاندیداهایی که میتونستن نماینده واقعی مردم باشن پیشاپیش از حق کاندیداتوری محروم شدن. کاندیداهای کنونی کاندیداهای بخشای گوناگون حاکمیتی هستند که در برابر مردم قرار دارن. وقتی شورای نگهبان بیت رهبری حتی از عدم احراز صلاحیت کاندیداهای دیگر جناها سخن میگه میتوان به خوبی دریافت که سوراخ‌های قربال این شورا تا چه اندازه تنگتر شده. این حادثه یک بار دیگه به خوبی نشون میده که امکان هیچ اصلاحی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود نداره. برای برگزاری یک انتخابات آزاد نه تنها باید شورای نگهبان بیت را از سر راه برداشت، بلکه باید به اصل ولایت فقیه نیز پایان داد و فاتحه حاکمیت دین بر دولت را خوند. بدون گذار از این مرحله نمیتوان از حضور تاثیرگذار مردم بر سرنوشت خود سخن گفت. جدال کنونی در میان بالایی‌ها تنها میتونه فرصت‌های تازه‌ای برای پیشروی مردم در این سفر را هم بیاره. انتظار بیشتر، امید بستن به سرابه.